روزهای آغازین اردیبهشت ماه بر رسیدن جلوه‌های طبیعت به اوج زیبایی، خیلی از ورزشکارای خوش‌ذوق و طبیعت دوست از کوچکترین فرصت‌ها و روزهای تعطیل استفاده می‌کنند تا ضمن ورزش مفرح به منظره‌های زیبای خدادادی سلامی دوباره کنند. روزهای معمولی خب همیشه آلودگی ترافیکه. ما معمولا هفته یه بار با دوستان جمع میشیم و بیم اینجا که حالا یه ذره هم آب و هوایی عوض کنیم، هم جلساتمون اینجا برگزار میکنیم. دوستان خسته نباشید، خسته نباشید. احوال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ خوب هستید؟ درود بر شما. شما چه ساعتی رفتید بالا؟ الان داریم برمیگردیم. ما ساعت 1:30 شروع کردیم از پارک جمشیدیه به طرف کلکتور حرکت کردیم. بتونن خانواده از این طبیعت رو استفاده کامل ببرن. درود بر شما. اگه بتونن صبح زود بیان خیلی بهتره. آقا این صبح زود خیلی خوب. حالا اگه صبح زودم نیومدن مثلا بیان دیگه. سخت نگیرید. از این نداره که به گرما میخورن. به هر حال شما میگی آقا بیان به هر شکلی شده بیان. خیلی‌ها فکر میکنن تهران فقط شهر شلوغی و ازدحامه. ولی اینجا هم بخشی از تهران یکی از زیباترین مناطقشه. تهران 5 تا کوه داره که روزای جمعه بالای 40-50 هزار نفر میان. محیط سالمیه. خیلی همه رویه ها خوبه، برخورد ها خوبه. نه تنها تهران، ایران کلا منطقه خیلی سبز و حتی گردشگری خیلی خوبی داره. ایستاده آور نگاه کن یه دقیقه. خیلی کیف داره، آقا بازم درکش کنه دیگه. کوهنوردی یک ورزش نیست، یک روش زندگی است. چه جمله زیبایی، خیلی عالی. خیلی ها هم زندگی رو فقط رسیدن به اون نقطه و به اون قله نمیدونن و میگن همون جریان حرکت معنای زندگیه. شما با این قضیه موافقی؟ دقیقا روش زندگیه، نه رسیدن به قله. فکر میکنم باید حس خوبی داشته باشه بعد از ساعتی کوهنوردی کنار یه برکه بشینی و ازش لذت ببری.